فصل هشتم دوستی دوستی ما با خدا به وسیله مرگ پسرش احیا گردید رومیان پنج ده آنچه که دلتان محکم بدان چسبید و دلگر مید همان در حقیقت خدای شماست مارتین لوتر دوستان کسانی هستند که همگی ما از وجودشان برخورداریم و از بودن آنها لذت میبریم وقتی پسر جوانی بودم دو نفر از نزدیکترین دوستانم دنی و گلم بودند اکثر وقتهای آزادم را با آنها سپری میکردم با هم ورزش میکردیم، دوچرخه سواری میکردیم، به دنبال ماجراجویی بودیم، بازی میکردیم، به شهر میرفتیم یا گاهی فقط با هم قدم میزدیم. گفتگوهای ما حول مسائلی میگذشت که برای ما مهم بودند مثلا دوستان دیگر، دخترها، تحصیل، فعالیت های اجتماعی، ورزش، نقشه های کاری و موضوعاتی از این دست. دوستی ما در اکثر مواقع سالم بود، یکدیگر را برای بهتر شدن، قویتر شدن، حکیمتر شدن و رسیدن به ظرفیت تشویق می کردیم. از یکدیگر محافظت می کردیم به یکدیگر محبت می کردیم و در شرایط دشوار به یکدیگر کمک می کردیم. به بیان ساده آنها کسانی بودند که دلم میخواست با آنها باشم. شما چطور؟ به دوستانتان در سالهای گذشته فکر کنید. از خودتان بپرسید عناصر کلیدی در یک دوستی چه چیزهایی هستند مطمئنم شما هم موافقید که از بودن با آنها لذت برده اید همدیگر را درک می کردید با هم علایق مشترکتان را در میان می گذاشتید محبت اعتماد احترام تفریح علایق مشترک هم مهم هستند قطعا بسته به افراد مختلف معلفه های بیشتری وجود دارند ولی برای همه ما مهمترین جنبه این است که از بودن با هم لذت میبریم. کتاب مقدس دیدگاه مثبتی به دوستی دارد. یکی از آیات محبوب من این است: عطر و بوی خوش دل را شاد می‌سازد. مشورت خالص به دوستی شیرینی می‌بخشد. امثال 27:9 ما فریده نشدیم تا به تنهایی بال بگسترانیم. دوستی و همنشینی ما را نیرو می‌بخشد. این همان عنصر اصلی است که در خلقت اولیه خدا جا مانده بود. خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد پس یاوری مناسب برای او می سازم. پیدایش دو هجده ما به شباهت خدا آفریده شدیم و این شامل تمایل ما به دوستی و لذت بردن از آن است. اما وجه دیگری وجود دارد. عیسی، یعقوب و یوحنا از جنبه های منفی یک دوستی خاص صحبت می کنند. بار دیگر گفته های یعقوب را بخوانید. ای زناکاران آیا نمیدانی دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیاست خود را دشمن خدا می سازد یعقوب چهار چهار لحن گفتار او صرفا منفی نیست بلکه کاملا محکم سری و قاطع است پس بیایید از خود بپرسیم چه چیز نشان دهنده ورود ما به دوستی با دنیاست کلیشه روابط نامشروع در فصل پیش آموختیم که واژه فیلیا دوست کسی بودن یا دوستی کردن است و در بردارنده مفاهیمی مانند محبوب بودن و محبت کردن می باشد. دایرتول معرف واژگان کتاب مقدس در این رابطه می نویسد در جهان یونانی مفهوم دوستی بسیار گسترده بود. فیلیا هم در مورد احساساتی کلی نظیر آشنایی کاربرد داشت و هم حس عمیقتر شخصی و وابستگی های شدید عاطفی. در واقع واژه‌ای که یعقوب استفاده می‌کند طیف گسترده‌ای از دوستی را در بر می‌گیرد. همه ما می‌دانیم درجات مختلفی در دوستی وجود دارد و دوستی که یعقوب از آن صحبت می‌کند تمام این جنبه‌ها را در بر می‌گیرد. به علاوه وقتی طیف کامل دوستی را در نظر میگیریم گیریم می بینیم که مستقیما با بی وفایی در ارتباط است. زنا علیه خدا اندکی با زنایی که در مورد مردی متعهر رخ می دهد متفاوت است. پس خوب است ببینیم این روابط نامشروع چطور شکل می گیرند. در اکثر مواقع مرد و مشروعش همان اول کار با هم به رخت خواب نمی روند. البته درگیر اش می شوند که می تواند آگاهانه یا بدون قصد قبلی باشد. آنها در ابتدا خیلی ساده همدیگر را ملاقات می کنند و با هم آشنا می شوند. ممکن است این آشنایی در شبکه های اجتماعی آغاز شود یا در ملاقاتی رو در رو. نخستین جرقه ها از همین آشنایی شروع می شوند. اغلب علاقه مرد در اثر عدم ارزای رابطه جنسی با همسرش بیشتر بال و پر می گیرد. در موارد محدود این امر ناشی از تمایل او به داشتن روابط فیزیکی و ارتباطی بیشتر است. ملاقات های اولیه به نظر بیزرر می رسند اما با هر ملاقات علاقه دو نفر به هم افزایش می آبد. در نهایت شماره تلفن همراه و آدرس های ایمیلشان را به هم می دهند. این کشش با پیغام ها، ایمیل ها، تماس ها یا حتی شکلک هایی که مرد برای زن می فرستد بیشتر و بیشتر می شود. البته این بستگی به سطح مکالمات آنان دارد. آنها در آرزوی رسیدن به هم هستند هرچند آن را بروز نمی دهند. این تمایل خاموش آنقدر زیاد می شود که به گسترش رابطه هیجان انگیز می انجامد. آنها دیگر از سطح یک دوستی ساده فراتر رفتند. بالاخره برنامه ریزی می کنند تا یک قدم جلوتر بروند و با هم قهوه یا نهار بخورند و در یک جای دنج و خلوت یکدیگر را ملاقات کنند. معمولا در همین جاست که احساسشان را نسبت به هم بروز می دهند. اکنون مرد پیوسته به زن فکر می کند و در تلاش است با او باشد. او رویا می بافد، نقشه می کشد که چگونه می تواند بدون آنکه همسرش یا دوستانش بویی ببرند با زن بیرون برود. وقتی کنار همسرش هست در واقع آنجا حاضر نیست چون تمام فکر و تصوراتش با مشوقهش است. دیگر فقط مانده که با او به رخت خواب برود. جریان از کجا شروع شد؟ ماجرا از افکار و مکالماتی نامناسب در مرحله ای آشنایی شروع شد از کجا تبدیل به زنا شد آیا از زمانی که شماره هایشان را به هم دادند یا در خلوت یکدیگر را ملاقات کردند یا شاید زمانی رخ داد که مرد نخستین بار زن را لمس کرد اولین بوسه یا زمانی که برهنه شدند و با هم خوابیدند در واقع پیش از هر کدام از این نشانه ها شروع شد عیسی با تاکید خود آن را برایمان روشن می سازد. اما من به شما میگویم هر که با شهوت به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده است متا 5 قلب ما جایی است که ما زندگی می کنیم اعمال و رفتارهای بیرونی به سادگی در تعاقب آن بروز می آوند زنا به محضی رخ می دهد که مردی نسبت به زنی در خود کششی احساس می کند و این دقیقا در همان مرحله آشنایی است دوستی با دنیا دنیا هم درست به همین شکل ما را از عشق نخستینمان جدا می سازد. این کار را با برانگیختن تمایلاتمان آغاز می کند. این جاذبه می تواند لذت، تفریح، آسایش، سرگرمی، هیجان، کنجکاوی، موفقیت یا هر چیز پرکشش دیگری باشد. در اینجا هم درست مانند مثالی که زدم این آشنایی می تواند از طریق رسانه ها باشد یا به طور شخصی رخ دهد علتش عموما به خاطر فقدان رضایت ما در رابطه با خداست ما شور و هیجان دوستی با او را از دست داده ایم زمانهای رابطه و مشارکت ما با او خشک و خسته کننده است نیاز ما به مشارکت ما را به سوی دیگری می جذابیت و کشش دنیا با وقت دادن به آن افسایش می‌یابد. چیزی نمیگذرد که فکر و احساسات ما بر قلاب دنیا گیر می کند. اگر گفته های پولس به دو کلیسای مختلف را مورد ارزیابی قرار دهیم با هشداری مواجه می که اگر به آن توجه کنیم ما را از افتادن به دام زنای با دنیا حفظ خواهد کرد. پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید آنچرا که در بالاست بجویید آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است به آنچه در بالاست بیاندیشید نه به آنچه بر زمین است گولسیان سه یک الادو. آیا کلمات او را با دقت خواندید؟ اگر نه آن را بخوانید و به دو واژه بجوید و بیاندیشید با دقتی مضاعف توجه کنید ذهن ما به چیزی میاندیشد که آن را میجوییم بیش از آنکه جلوتر بروم بیایید نگاهی دقیق به واجه های پولس به کلیسای روم بیاندازیم این بار هم به واژه میاندیشند دقت کنید آنان که نفسانی هستند به آنچه از نفس است میاندیشند. اما آنان که روحانی هند به آنچه از روح است طرز فکر انسان نفسانی مرگ است اما طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد حیات و سلامتی است زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می برزد چرا که از شریعت خدا فرمان نمی برد و نمی هم ببرد رومیان هشت پنج ال7. نکته قابل توجه این است که واژه دشمنی دقیقا همان واجه است که در یعقوب چار به کار رفته یعنی واژه یونانی اچ فرهنگ لغات استرانگز این واژه را چنین تعریف می کند اداوت دلیلی برای زدیت این بار نیز پولس از ایماندارانی صحبت می کند که با دنیا رابطه دارند این تنها عشق و علاقه من به لیزا نیست که مانع از ارتکاب زنا در من و خیانت نسبت به او می شود علت این است که من حاضر به دیدن صورت غضبناک او نیستم اگر چنین کنم تبدیل به هدف غضب او می شدم. من نمیخواهم کسی را که دوست دارم دشمن خود بسازم و او را خشمگین و ناامید ببینم با این همه این اتفاق در قیاس با آنچه پولس و یعقوب از آن صحبت میکنند هیچ است چرا که هیچ مسیحی عاقلی نمیخواهد با غضب خدا مواجه شود بیاد داشته باشید که پولس و یعقوب از ایمانداران صحبت میکنند یونس مورد غضب خدا قرار گرفت و دست آخر نهنگ او را بلعید شمشون مورد غضب قرار گرفت و به بردگی کشانده شد و بیناییش را از دست داد ایلی با غضب خدا مواجه شد و درست همان روزی که پسرانش از زمین منقطع شدند مرد نمونه های دیگری نظیر شاول، بلعام، یوآب، اسکندر مسگر و بسیاری دیگر ناراحت کردن خدا ایده بدی است. اگر دنبال نمونه های بیشتری می گردید می توانید در عهد جدید کلیساهایی را در نظر بگیرید که عیسی به آنها در کتاب مکاشفه پیغام داده است اینها کلیساهای واقعی با ایمانداران تولد تازه یافتند او به یکی از این کلیسه که در رابطش مسامه و سازش کرده هشدار می دهد که چراغدانش را برخواهد گرفت. او به کلیسای دیگر هشدار می دهد خدا با آنها خواهد جنگید. خدا کلیسای دیگر را با عبارتی چون بستر رنجوری و رنجی عظیم تهدید می کند. به کلیسای دیگر هشدار می دهد که دزدانه به سراغت خواهم آمد و به دیگری میگوید تو را چون توف از دهانم بیرون می اندازم. خلاصه کلام بهتر است هرگز با غضب خدا مواجه نشوید در رومیان 85 به واژه میاندیشند دقت کنید در ترجمه دیگری عبارت ذهنشان را تنظیم کردند آمده واژه کلیدی در اینجا تنظیم کردن است فرض کنید که زمستان است و شما ترموستات را روی 20 درجه تنظیم کرده اید دمای بیرون منهای 20 است یکی از اعضای خانواده با عجله بیرون می رود و در خانه را خوب نمیبندد. دقایق بعد وزش باد در را کاملا باز می کند. شما در بخش دیگری از خانه هستید و چیزی نمی گذرد که احساس می کنید دمای خانه به طور چشمگیری افت کرده است. شروع می کنید برای یافتن یک دلیل قانع کننده و میفهمید که در ورودی خانه کاملا باز است و هوای سرد از آنجا به داخل خانه می آید. بلا فاصله در را میبندید. اما اکنون دمای خانه 15 درجه سانتیگراد است. خب چه اتفاقی می افتد؟ به محض آنکه دما اف می کند ترموستات به بخش گرمایش خانه علائمی ارسال می کند تا روشن شده و دمای خانه را به درجه تنظیم شده برگرداند بدون آنکه کاری انجام شود بعد از مدتی دمای خانه به 20 درجه باز می گردد بیایید به مثال خود در مورد مردی که مرتکب زنا شده بازگردیم سالها پیش وقتی او به همسرش ابراز عشق می کرد تمام دلبستگی، علاقه، عشق اش و اشتیاق او بر همسرش تنظیم شده بود او در آرزوی بودن با همسرش بود اینکه به او نزدیکتر شود و در نهایت با خود فکر می کرد چگونه از او درخواست ازدواج کند وقتی از خواب بیدار میشد وقتی پشت ترافیک گیر کرده بود و مخصوصا شبها وقتی به رخت خواب میرفت به او فکر می کرد. به زبان ساده وقتی مجبور نبود از فکرش برای منظور خاصی استفاده کند فکرش خود به خود به جایی برمیگشت که بر آن تنظیم شده بود یعنی عشقش دوستانش گاهی او را گیر میانداختند و به او میگفتند هی مرد کجایی او هم معذب و دستپاچه خیلی سرسری جواب میداد ببخشید بچه ها فکرم حسابی مشغوله و از حقیقت تفره می رفت تا مبادا دوستانش از او آتو بگیرند و به خاطر آنکه به فکر دختر است دستش بیاندازند اما واقعیت این بود که فکر او تنظیم شده بود اما سالها بعد بعد از نامزدی بعد از عروسی بعد از تولد بچه او خودش را وسط رابطه نامش رو با زنی دیگر پیدا کرد همان الگو دوباره در جریان بود مشوقش مدام در ذهنش بود وقتی نیاز نبود به چیز دیگری فکر کند افکارش به همان جایی که تنظیم شده بود برمیگشت حتی وقتی همراه همسرش بود دلش پیش مشوقش بود او مشتاق آن زن بود چون فکرش روی او تنظیم شده بود درست همانطور که ترموستات به صورت خودکار دمای خانه را به دمایی که روی آن تنظیم شده باز میگرداند فکر نیز به همان جایی باز می گردد که روی آن تنظیم شده است این موضوع در مورد ایمانداران به چه شکلی است وقتی تازه نجات یافته ایم لبریز از عشق خدا هستیم وقتی از خواب بیدار می شویم سر صبحانه در ماشین سر کار در حین نهار خوردن بعد از کار وقت تنهایی و مخصوصا وقتی به رخت خواب می رویم به عیسی فکر می کنیم ما آرزومند فرصت ارتباط و مشارکت با روح القدس هستیم با هیجان منتظر شرکت در جلسه بعدی کلیسا هستیم و مدام با دیگران درباره عیسی حرف میزنیم یا با دیگر مسیحیان درباره روش ها و طریق های خدا گفتگو می کنیم. به بیان ساده او تمام فکر ما را به خودش مشغول ساخته و تمام عشق و محبت ما بر او قرار گرفته زمان میگذرد و ما به شرکت در جلسات حضور او پرستش او و شنیدن کلام او عادت می کنیم. حال دیگر از نظر فیزیکی آنجا هستیم اما به واقع حضور نداریم فکر ما به سادگی به سمت تیم محبوبمان حراج مرکز خرید نزدیک خانهمان قراری که داریم معاملاتی که تکلیفشان روشن نیست مهمانی که به آن دعوت شده ایم و چیزهای دیگر منحرف می شود چه اتفاقی افتاده؟ آیا واقعا افکارمان منحرف می شوند یا ذهنمان به جایی کشیده می شود که بر آن تنظیم شده به سمت آنچه که مشتاقانه به دنبالش هستیم آیا نادانسته مشوقه های دیگر داریم؟ داستان من اجازه دهید داستان خودم را با شما در میان بگذارم من به دانشگاه پردو می رفتم. در طول سال دوم دانشگاه دو نفر از بچه های انجامن دانشجویان به اتاق من آمدند و چهار قانون روحانی کمپس کروساید را با من در میان گذاشتند. چشمان روحانی من باز شد و قلبم را به ایسا سپردم. آتش اشتیاق و عشق اش نسبت به ایسا بلاد رنگ در من شعله شد. او برایم بسیار واقعی بود و من عمیقا عاشق ایسا شدم و از ته دل برای آزادی که به من بخشیده بود سپاسگزارش بودم. درباره او با هر کسی که مایل به شنیدن بود حتی کسانی که تمایلی به شنیدن نداشتند صحبت می کردم. دوستانم سعی می کردند مرا از عضویت در انجمن برادری بیرون بکشند چون در تمام مهمانی های از ایسا حرف می زدم. دخترانی بودند که با انجمن ما در ارتباط بودند آنها را خواهران کوچک مینامیدیم دو نفر از آنها با هم خواهر تنی بودند و در مجموع با نیمی از از عضو انجمن خوابیده بودند هر وقتی که بچه ها دنبال رابطه جنسی بود همه میدانستند این دخترها راحت ترین و سهل ترین گزینه هستند دو نفر از ما یکی از این دو خواهر را به سوی عیسی هدایت کردیم و طی 24 ساعت او خواهرش را به سوی خداوند هدایت کرد بدون اینکه ما چیزی درباره رفتار بیبند و بار جنسی آنها بگوییم خودشان فورا دست از این روابط برداشتند و به جای آن شروع به بشارت و شهادت به پسرانی کردند که پیشتر با آنها میخوابیدند. برادران انجمن بسیار عصبانی بودند آنها مرا به عنوان رهبر و سردسته می زیرا در آن زمان من تمام جلسات مطالعه کتاب مقدس را در انجمن اداره میکردم. بالاخره معاون کل انجمن به اتاق من آمد و گفت جان میخواهیم عضویت تو را در انجمن برادری باطل کنیم سپس این کلمات را عینا به من گفت چرا نمیتوانی مثل بقیه مسیحیان در انجمن برادری باشی او از پسران دیگری صحبت میکرد که روزهای یکشنبه به کلیسا میرفتند اما با دوست دخترهایشان رابطه جنسی داشتند در مهمانی ها مست می کردند و کارهای مستحجن دیگری هم انجام می دادند که در خوابگاه ما معمول بود. این برایم بسیار ناخوشایند بود اما هرچند نفر دوم انجامن قول داده بود که مرا از عضویت تیم برکنار می کند اما این اتفاق هرگز رخ نداد. جالب از کانها نتوانستند به اندازه کافی برای ابطال عضویتم رنگ جمع کنند. ما بسیاری را به سوی مسیح هدایت کرده بودیم با آنها از من حمایت می کردند. چند ماه پس از آنکه عیسی را ملاقات کردم و عاشق او شدم مسابقات فصلی فوتبال شروع شد آن زمان دانشجوی سال سوم بودم و بلیت های مسابقات تیم خودمان را داشتم طی دو سال گذشته حتی یک مسابقه را هم از دست نداده بودم اما حالا آنقدر نسبت به ایمانم هیجان زده بودم که از زمانهای مسابقات فوتبال برای مطالعه کتاب مقدس استفاده می کردم. خوابگاه ما کاملا ساکت بود چون همه بچه ها برای تماشای مسابقات می‌رفتند این زمان ها موقعیت عالی برای دعا و مشارکتم با خدا بود هیچکس به من نگفته بود حق نداری برای مسابقات فوتبال بروی و هرگز هم فکر نمی‌کردم شرکت در مسابقه کار اشتباهی باشد در واقع سال بعد به دیدن اکثر مسابقات رفتم من سال ما قبل آخر به دیدن مسابقات نرفتم چون بهترین فرصت برای بودن در حضور خدا بود من مشتاقانه میخواستم خدا را بشناسم ذهنم بر شناخت خدا مصاحبت با او و صحبت از او تنظیم شده بود زمانی که از دانشگاه با مدرک مهندسی مکانیک فارغ تحصیل شدم بسیاری از بچه های دانشگاه با خدا آشنا شده بودند و این شامل همسر آیندم لیزا هم میشد که به عنوان یکی از سرکشترین دختران دانشگاه معروف بود عشق پرشور من به عیسی مصری بود و مردم یا عاشق من بودند یا از من متنفر می شدند. هیچ حد وسطی وجود نداشت اگر جان بیوه را ملاقات می کردید به آسانی در می که ذهن و قلب او بر چه چیز متمرکز است چون از وجودم تنها عشق به ایسا بیرون می زد. من فرقی با کسی نداشتم که طرفدار دو آتش یک تیم ورزشی است یا پسری که یک دل نه صد دل عاشق دختری شده سرانجام به دالاس تکساس نقل مکان کردم و شش ماه بعد لیزا هم به دالاس آمد بندکی بعد با هم ازدواج کردیم من در مؤسسه بین المللی راکفل به عنوان مهندس کار می کردم. بار دیگر در آنجا با افرادی روبرو شدم که اشتیاق مرا نسبت به ایسا دوست نداشتند. آنها فکر می کردن من زیادی رک و متعصب هستم و نمی توانستن درک کنند چرا به جگهای زشتشان نمی خندم یا در بحث های مبتزل و مستحجن آنها وارد نمی شدم و در قمارهای بعد از کار همراهیشان نمی کنم. با این وجود رفتارم به خاطر بودن در محیط حرفه‌ای به مراتب ملایمتر از محیط دانشگاه بود. 22 ماه بعد از من خواستند به جمع خادمان و کارکنان کلیسا بپیوندم. این کلیسا یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین کلیساهای آمریکا بود و در سطح بین نیز خدمات گسترده ای داشت. کلیسا بیش از 400 کارمند داشت که خدمات کلیسایی را پوشش می دادند. لذا این درخواست برای پیوستن به جمع آنها مثل خواب و خیال بود به نظر می رسید بهترین اتفاقی که بعد از آن می توانست بیفتد رفتن به آسمان بود فکر می کردم جفاها تمام شده چرا که حالا دیگر قرار بود با مسیحیان کار کنم دیگر قرار نبود با تنش ها و جنگ که پیشتر در دانشگاه محیط کار داشتم مواجه شوم در آن زمان تیم کابوهای دالاس بهترین تیم لیگ فوتبال آمریکایی بود راستش زیاد طرفدارشان نبودم چون شخصا در میشیگان بزرگ شده بودم اما میشنیدم که همکارانم هر دوشنبه در مورد بازی های آنها حرف میزنند آنها قهوه هایشان را می و دور هم جمع می شدند و با اشتیاق درباره بازی و برد و باخت های روز قبل صحبت می کردند. از روی حس کنجکاوی شروع کردم به تماشای بازی های تیم کابوی در تلویزیون اول فقط یکی دو کوارتر بازی را تماشا می‌کردم. کم کم از تماشای بازی آنها خوشم آمد چون جذاب و پرهیجان بازی میکردند. این کار یک مزیت دیگر هم داشت اینکه به من این فرصت را میداد تا در بحث بچه های کلیسا شرکت کنم و اظهار نظرهای هوشمندانه داشته باشم. کل این ماجرا در آغاز به نظر بیزرر می رسید. اما پس از مدتی علاقه من به تیم کابوی جدیتر شد و شروع به تماشای تمام بازی ها کردم. و جوری شده بود که با شور و حرارت با تلویزیون حرف می زدم. تیم را تشویق می کردم و گاهی هم سر بازیکنان داد می زدم. بالاخره کار به جای رسید که حتی یک بازی را نیز از دست نمی دادم. حتی در طول تعطیلات بین فصلی با همکارانم بحثمان را درباره قره کشی تیم ها و کیفیت فصل آینده کابویها ها ادامه می دادیم. حتی وقتی با دوستانم بحث نمی کردم به تیم محبوبم فکر می کردم. حالا دیگر یک طرفدار دو آتشه شده بودم. به محض اینکه فصل بعد شروع شد سر از پا نمی هر یک شنبه بعد از کلیسا به سرعت خودم را به خانه میرساندم و پیش از درآوردن لباس تلویزیون را روشن میکردم. همانجا می نشستم و به تلویزیون می چسبیدم. انگار نه انگار که لباسهایم هایم ناراحتند. آخر کت و شلوار و کراوات هنوز تنم بود و به دوش احتیاج داشتم. حتی نمیخواستم یک حرکت را هم از دست بدهم. وسط دو نیمه به اتاقم می رفتم و لباس هایم را عوض می کردم. اگر لیزا به کمکی نیاز داشت فراموش می کردم و تنها جوابم این بود عزیزم کابوی ها بازی دارن. ما غذا را یا وسط دو نیمه می خوردیم یا بعد از بازی اما هرگز وسط بازی چیزی نمی خوردیم. حالا دیگر آمار تمام بازی ها را داشتم. به دقت جلب را بررسی می کردم. فکر و ذکرم پیوسته این بود که کابوی ها چگونه می توانند بهتر شوند. دیگری من بودم که بحث را سر کار هدایت می کردم. به خودم می بالیدم که می توانم تفاوت عمل بازیکنان را در بازی هفته به خوبی تحلیل کنم. بحث ما فقط منحصر به دوشنبه ها نبود بلکه در کل طول هفته جریان داشت. کسانی در کلیسای ما بودند که بلیت بازی های فصل را داشتند و من هر دعوتی را برای تماشای بازی ها روی هوا می بگذارید داستان را کوتاه کنم و به فصل بعدی بازی ها برسم. من کمی قبلتر برای هر چیز ساده و کوچکی دعا می کردم اما متوجه نبودم که حالا زندگیم عوض شده است. دعاهایم این طور شده بود. خداوندا می خواهم قلبم را پاک سازی. می خواهم مقدس باشم و مرا تقدیس کنی. بنابراین اگر چیزی در زندگیم وجود دارد که تو را خوشنود نمی سازد آن را به من نشان بده و از زندگیم بیرون کن. من هیچ نظری درباره عمق این دعا نداشتم و نمیفهمیدم که قرار است شامل چه چیزهایی باشد فصل فوتبال رو به آخر بود و بازی های حسفی شروع می شد. آن روز یکی از آن بازی های سرنوشت ساز بود. کابویها ها با اقاب های فیلادلفیا بازی داشتند. برنده بازی به مسابقات حسفی میرفت و بازنده حذف می شد. من به تلویزیون چسبیده بودم. باید بگویم ننشسته بودم بلکه روی پاهایم ایستاده بودم. بازی تقریبا رو به پایان بود و کمتر از 8 دقیقه از کوارتر آخر باقی مانده بود. کابوی ها چهار امتیاز عقبتر بودند و تیم تمام ستاره هایش را به زمین فرستاده بود. در طول بازی مدام راه میرفتم با هر بازی ضعیفی سر بازیکنان جیغ و داد می کردم و با هر بازی درخشانی به هیجان می آمدم. این بلا تکلیفی و دلهوره به شدت لذت بخش بود. ناگهان بدون هیچ مقدمه ای روح خدا مرا مجبور به دعا کرد. یک الزام ناگهانی مرا دربر گرفت و مدام در درونم تکرار می کرد. دعا کن، دعا کن، دعا کن. این یک احساس و بار سنگین و قوی در عمق قلبم بود. قبلا دریافته بودم که چنین الزام و اصراری زمانی رخ می دهد که روح القدس از شما می خواهد همه چیز را کنار بگذارید و دعا کنید. لیزا کنارم نبود. پس با صدای بلند گفتم خدایا فقط هشت دقیقه از این بازی باقی مونده وقتی تمام شد دعا میکنم اما اصرار روح ادامه داشت و کوتاه نمی آمد. چند دقیقه سپری شد هنوز دنبال معاف شدن از دعا بودم پس گفتم خدایا پس از تمام شدن بازی پنج ساعت دعا میکنم فقط شش دقیقه باقی مونده تیم محبوبم آماده میشد تا جریان بازی را به دست گیرد میدانستم که آنها به بازی برمیگردند و این بازی مهم را میبرند اما هنوز الزام دعا مرا رها نکرده بود در واقع قویتر هم شده بود عصبانی شده بودم دلم نمیخواست بازی را ول کنم پس با صدای بلند گفتم خدایا تمام روز دعا میکنم حتی اگر بخواهی تمام شب را هم دعا میکنم پس به تماشای بقیه مسابقه نشستم کابوی ها برنده شدند و استادیوم پر از هیجان شد من هم در شادی جمعیت سهیم بودم اما به خدا قولی داده بودم پس بلا فاصله تلویزیون را خاموش کردم به اتاقم در طبقه بالا رفتم در را بستم و روی قالی نشستم تا دعا کنم اما دیگر آن اصرار و الزام دعا وجود نداشت دیگر هیچ باری برای دعا نداشتم حتی یک احساس ضعف خفیف هم وجود داشت در واقع انگار هیچ چیز نبود سعی کردم شرایط را بهتر کنم تلاش کردم دعا کنم اما کلماتم که سالتبار خالی و کلیشهای بودند چیزی نگذشت که فهمیدم چه اتفاقی افتاده بله من تیم کابوی دالاس را به درخواست خدا ترجیح داده بودم به روی در افتادم و گریان گفتم خدا یا اگر کسی از من میپرسید کدام یک در زندگی تو مهمتر است؟ تیم کابوی یا خدا بدون شک و معطلی جواب میدادم البته که خدا اما الان نشان دادم کدام برایم مهمتر بوده تو مرا میخواستی اما من بازی فوتبال را به تو ترجیح دادم لطفا منو ببخش بلا فاصله در قربم شنیدم پسرم نیازی به قربانی تو برای پنج ساعت دعا ندارم من اطاعت تو را میخواهم وفاداری تقسیم شده اندوه و غم بیوفایی نسبت به اوی که جانش را برای ما داده بود مرا از پای درآورد. همه اینها به خاطر مسائل دنیوی بود چیزهایی که قلب، روح و افکار کسانی را که به منبع دیگری از حیات متصل نیستند تغذیه می کند. علاقه من به طور آشکار بر یک تیم فوتبال متمرکز شده بود بیایید با در نظر گرفتن این اتفاق بار دیگر با دقت کلمات یعقوب را بخوانیم. ای زناکاران آیا نمیدانی دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیاست خود را دشمن خدا می سازد. آیا گمان میبرید برید کتاب بیهوده گفته است؟ روحی که خدا در ما ساکن کرده تا به حد حسادت مشتاق ماست؟ ای گنهکاران دست های خود را پاک کنید و شما ای گنهکاران دلهای خود را تاهر سازید زیرا وفاداریتان بین خدا و دنیا تقسیم شده است یعقوب چهار چهار تا پنج و هشت وفاداری من تقسیم شده بود وفاداری با تصمیماتی که میگیریم معنا مییابد نه با کلماتی که بر زبان میرانیم مردان و زنان بسیاری هستند که مدعی وفاداری اما اعمالشان چیز دیگری را نشان میدهد آیا به همین دلیل نیست که کلام خدا میفرماید بسا کسانی که مدعی محبتی پای دارند اما شخص وفادار را که تواند یافت امثال 26 من تا پیش از آن با اطمینان می گفتم ایسا در زندگی من مهمترین است مهمتر از هر چیز و هر کس اما انتخابم چیز دیگری را ثابت کرد. اعمال نسبت به واجه ها در سطح بالاتری نشان از رابطه ای ما دارند. یوحنای رسول نسخه عهد جدیدی از امثال 26 ارائه می او می ای فرزندان بیایید محبت کنیم نه به زبان و در گفتار بلکه به راستی و در کردار. اول یوحنا 3.18 حقیقت این است که کابوهای دالاس، عشق اول من شده بودند من حسادت روح خدا را که درونم بود تحریک کرده بودم هرچند من هشدارهای کتاب مقدس را خوانده بودم اما نسبت به کلمات کور بودم خداوند پر از رحمت بود و اشتباهم را نشانم داد یوحنا می نویسد ای عزیزان از هر آنچه که ممکن است جای خدا را در قلبتان بگیرد بپرهیزید اول یوحنا 5 دوازده این نه یعقوب بلکه یوحنا رسول محبت است که به ما هشدار می دهد. باید خاطر نشان ساخت که اینها واپس این کلماتی هستند که او در یک نامه طولانی نوشته است. در آن روزگار رسولان نمی توانستند به کسانی که دوست داشتند تلفن بزنند، در فیسبوک یا توییتر پیغام بگذارند یا اینکه شبانه ایمیلی ارسال کنند. نامه نوشتن نادر بود و تلاش بسیاری برای رساندنش باید انجام میشد. پس اگر قرار بود نامه ملهم از روح القدس نوشته شود، روح خدا مهمترین واجه ها را برای آخر نامه نگه می داشت. پولس نیز در همسویی با یعقوب و یوحنا هشدار می دهد که اجازه ندهیم دنیا جای وفاداری به ایسا را بگیرد. او می گوید نمی توانید هم از جام خداوند بنوشید هم از جام دیوها، نمی توانید هم از سفره خداوند بهره یابید هم از سفره دیوها آیا می خواهیم غیرت خداوند را برانگیزیم آیا از او تواناتریم همه چیز جایز است اما همه چیز مفید نیست همه چیز رواست اما همه چیز سازنده نیست هیچ کس در پی نفع خود نباشد بلکه نفع دیگران را بجوید اول قرنتیان ده بیست و یک بیست و چهار من از خواندن این آیات حیرت زده می شدم. این کلمات برای اصری که در آن زندگی می کنیم بسیار مناسبند در ترجمه دیگری آمده آیا می خواهید حسادت او را برافروزید؟ یک بار دیگر می بینیم که خدا نسبت به ما غیرت دارد دیگر فوتبال نه؟ سوالی که ممکن است ایجاد شود این است که آیا من دیگر نمی هیچ مسابقه ورزشی حرفه را تماشا می کردم؟ آیا نمی بایست در هیچ فعالیت دنیاوی شرکت می کردم؟ اگر چنین است پس چطور می توانم در دنیا کار و زندگی کنم؟ بیایید از این منظر به موضوع نگاه کنیم. آیا من به عنوان یک مرد متحل باید خودم را از ارتباط با هر زن دیگری غیر از همسرم من کنم؟ پاسخ منفی است. من پیوسته با زنان در ارتباط هستم در پرواز کنار آنها می نشینم و در حالی که روی کتابم کار می کنم خانومی در صندلی کناری من نشسته است با زنان کار می کنم در بسیاری از مکانها و شرایط با زنان در تعامل هستم به عنوان مردی متحد سعی می کنم با زنان برخوردی سمیمانه و محترمانه داشته باشم چرا که بسیاری از آنها در این دوران با سوء رفتارهای جنس مزکر روبرو شدهاند. چه تعداد از زنان ارزششان به تکه گوشتی برای ارزای شهوت مردان تنزل یافته یا هرگز با چشمی برابر با مردان دیده نشدهاند این مسئله مرا به خشم میآورد آورد زیرا می دانم که خدا هم زن و هم مرد را به شباهت خود آفریده او به هر دو عطایی بخشیده او به زنان و مردان خود فکر مسیر را به یک اندازه بخشیده است او هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست و دیگری را برتر از آن یکی نمی داند. پس چرا ما باید چنین نگرش و رفتارهایی در کلیسا داشته باشیم؟ با این وجود من مراقبم تا قلبم را به روی زن دیگری باز نکنم و وارد رابطه ناشایست و رمانتیک نشوم. من عهدی با لیزا بستم وقتی با او ازدواج کردم به هر گفتگوی عاشقانه با هر زن دیگری در این سیاره خدا نگهدار گفتم اما با همه زنان دیگر به شکلی شایسته در ارتباط هستم حال بیایید این را با دوستی دنیا قیاس کنیم من هنوز می توانم از تماشای فوتبال لذت ببرم هرچند دیگر برایم سخت است که بتوانم علاقه ام را در کل بازی حفظ کنم در واقع اشتیاق من دیگر بر جایی نیست که قبلا فکرم بر آن متمرکز بوده یعنی تیم کابوی ها بلکه تمام دل بستگیم انجام خواسته خداست اکنون دیگر عشق و مراقبت از خانواده کمک به دیگران کار در مؤسسه من و گوش دادن به مشورت و حکمت خدا چیزهایی هستند که تمام توجه و علاقه مرا به خود معطوف داشتند آیا مواقعی بوده که چیزهای دیگری در قلبم جا خوش کردند؟ مسلما بله. به همین دلیل است که از روح القدس می خواهم یاریم دهد تا آنها را تشخیص دهم. گلف، غذا، فیلم و حتی کار در مینستری و بعضی از این چیزها هستند که مجبور بودم مراقبشان باشم و حتی برای دوره از زندگیم آنها را کنار بگذارم تا توجهم به جای درست و شایسته بازگردد. زمانی که عشقم به گلف از حد گذشته بود یک روز روح القدس مرا رو واداشت تا کل تجهیزات گلفم را به شبان دیگری هدیه بدهم چرا روح القدس این را از من خواست زیرا گلف در زندگی آن شبان به افراد نیانجامیده بود در حالی که در من چنین بود پس از یک سال و نیم که از بازی نکردنم گذشت خدا در قلب یک گلف باز حرفه ای که میشناختمش چنین گذاشت که تجهیزات گلفش را که هزاران دلار میارزید به من بدهد گید شده بودم این گلف باز حرفه که خودش مرد دعا بود به من گفت جان میدانم که باید این کار را انجام دهم چند ماه بعد شبانی که در تأسیس کلیسای نقش داشت که اکنون بزرگترین کلیسای کره است به من گفت که خدا در قلبش گذاشته که تجهیزات گلفش را به من بدهد در آن زمان دیگر کاملا گیج شده بودم از خداوند پرسیدم خدایا باید با این تجهیزات چه کنم در قلبم شنیدم برو گلف بازی کن پاسخ دادم اما تو یک سال و نیم پیش از من خواستی که تجهیزات گلفم را بفروشم شنیدم که خداوند میگوید گلف دیگر در زندگی تو افراد نیست اکنون دیگر سرگرمی و مایه لذت توست از آن زمان گلف بازی میکنم خدا از این سرگرمی به شکلی فوق برای تجدید قوا استراحت و همچنین راهی برای ارتباط با پسرانم همکارانم و دیگر رهبران کلیساها استفاده میکند در واقع سه سال پیش از نوشتن این کتاب توانستیم برای مأموریت برون مرزیمان بیش از سه میلیون دلار از طریق بازی گلف با دوستان و شرکا و همچنین مسابقات جام قهرمانی گلف مؤسسه مسنجر به دست آوریم. اگر گلف را برای باقی عمرم کنار میگذاشتم هرگز چنین چیزی اتفاق نمیافتاد. وقتی خدا از ما میخواهد که اطاعت کنیم هرگز نباید به وحشت بیفتیم در واقع وقتی میل و اشتیاق ما با درخواست و او همسوست این کار بسیار ساده است در غیر این صورت کاری شاق و طاقت فرسا می شود اندوهی برای خدا یعقوب آشکارا نشان می دهد که دوستی دنیا عامل تحریک کننده غیرت و حسادت خداست من یکی از جنبه هایی را که دوستی مسلزم آن است بیان کردم اما جنبه های دیگری نیز وجود دارند در فصل بعد به علت ریشه ای آن خواهیم پرداخت اما اکنون مهم است که به چگونگی واکنشمان زمانی که علایق و تمایلاتمان به سوی اشتباهی هدایت می شوند اشاره کنیم بیایید مشورت یعقوب را به ایماندارانی که در مسیر رابطه ناشایست با دنیا به سر میبرند بررسی نماییم به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد ای گناه کاران دست های خود را پاک کنید و ای دو دلان دل های خود را تاهر سازید به حال زار بیفتید و ندبه و زاری کنید خنده شما به ماتم و شادی شما به اندوه بدل گردد یعقوب چهار هشت الانو زمانی که خدا نشانم داد بین دعا و تماشای بازی کابوی ها ارجهیت من با چیست؟ اندوه و ماتم شدیدی را تجربه کردم دریافتم با رابطه ناشایستم قلب کسی را شکستم که جانش را برای من داده است اخیرا با مردی صحبت می کردم که نسبت به همسرش مرتکب زنا شده بود اما خود و اش را دوباره احیا کرده بود او برایم تعریف کرد که چطور طی دوره شش ماه مرتکب گناه شده بود و در حالی که این را می گفت به شدت اشک می ریخت او مردی قوی بازیکن سابق فوتبال کالج و تاجری موفق بود و قطعا از آن دست افرادی نبود که اشکشان دم مشکشان است از دیدن این گریه های مردانه کاملا شگفت زده شده بودم گریه های او به خاطر عدم بخشش همسرش یا خداوند نبود بلکه به خاطر این حقیقت میگریست که این کار را نسبت به کسی کرده بود که عاشقش بود و اندوهگین بود که چرا چنین دردی را به همسرش تحمیل کرده عمق احساسات و نگرانی او برای همسرش قابل ستایش بود رفتار این مرد حقیقتی را نشانمان می دهد. این همان واکنش و رفتاری است که ما نیز باید به خاطر ورود به رابطه ناشایست با دنیا از خود بروز دهیم همانطور که یعقوب می نویزد، به حال زار بیفتید و ناله و زاری کنید خنده شما به ماتم و شادی شما به اندوه بدل گردد این مرد هیچ سرزنشی را متوجه همسرش نساخته بود و از سمیم قلب متاسف بود. دیدن فروتنی واقعی او دلپذیر و خوشایند بود. من با مردان دیگری که نسبت به همسرانشان مرتکب زنا شده اند صحبت کردم و واکنش آنها کاملا متفاوت بوده. آنها در اعترافات و شهادتهایشان در نهایت به یک شکلی پای اشتباهات و کمبود توجه شریک زندگیشان را به عنوان بخشی از علت و توجیه زناکاریشان وسط می کشند. کتاب مقدس از اندوهی برای خدا و اندوهی برای دنیا صحبت می کند. این را می توانید در دوم قرنتیان 17 ببینید. داوود نمونه ای از این اندوه الهی است او دچار اندوهی عمیق شد زیرا به خاطر قتل و زنا دل کسی را که بسیار دوست می داشت شکسته بود او فریاد می زند. به تو آری تنها به تو گناه ورزیدم و آنچرا که در نظرت بد است به عمل آوردم مزمور 51 آیه چهار او مویه می کرد و بر صورتش چنگ میزد. زد و اصلا برایش مهم نبود خادمانش درباره رفتار او و شیوه غمگساریش چه قضاوتی می کنند او نگران محافظت از صورتش نبود زیرا دل شکسته بود و سپس احیا شد اما شاول متفاوت بود او نیز با انتخاب آنچه که دنیا می بخشد. یعنی رضایت خاطر و غرور به جای اطاعت از کلام خدا دل او را شکست او نیز برای کاری که کرده بود متاسف بود اما اندوه او بیشتر به این خاطر بود که گیر افتاده بود و در جلوی عموم و کسانی که به او احترام میگذاشتند شرمنده شده بود و ممکن بود عواقب آن گریبان حکرانیش را بگیرد شاول برخلاف داوود آن فوتبالیست سابق از این جریان تطهیر شده بیرون نیامد او با افکارش فریب خورد و فاسد شد او برای مدت کوتاهی خود را تغییر داد اما در نهایت انگیزه های واقعی او یعنی غرور و ارزای نفس بروز یافتند ذهنیت او هرگز واقعا تغییر نکرد بولس رسول میفرماید چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد دوم قرنتیان هفت ده این اندوهی است که خدا میبخشد و ریشه در محبت ما نسبت به او دارد اگر آنچه را که او برایمان انجام میدهد بیشتر از خود او دوست داشته باشیم آن وقت رفتارمان تفاوتی با شاول نخواهد داشت در دو فصل بعد خواهیم دید که دوستی با دنیا چطور بر تجربه رابطه ما با خدا اثر میگذارد و چگونه جایگزین کردن خوب به جای خدا چه در زندگی شخصی و چه در سطح روابط کلیسایی به بهای گران تمام می شود. اما پیش از ورق زدن این صفحه خوب است که وقت بگذارید و دعا کنید و از خدا بخواهید کمکتان کند که همه روابط ناشایستی که با دنیا دارید را نشانتان دهد پدر در نام عیسی از تو میخواهم که مرا بکاوی و طریق ها و انگیزه های مرا بیازمایی اگر چیزی در زندگی من وجود دارد که جایگزین عشق و علاقه من به تو گشته لطفا به واسطه روحتان را بر من آشکار کن باشد که عاشق تو شده و عاشق تو باقی بمانم کسی که نفس خود را برای پیروی و خدمت خداوند عیسی مسیح انکار می کند. این را در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.